یه داستان واقعیه، یه داستان که خیلی شبیه فیلم هست. گرچه همیشه یه عده بیکار هستن که معتقدن این قصه سر تا پاش چاخانه، اما شما باور کنید که اون چه میبینید و میشنوید عین حقیقته. چرا؟ چراشو بعدم میفهمید. اونه که خیلی دلخوره، چیکار کنم واسش؟ آره با سر حالش افت. علی میگم یه دهن واسش بخون حالشو جا بیار. خیلی خب. اما خودش کن میدونه که ما اونا از رو دونه درش آوردیم بیون آوردیم آوردیمش توی خونه. خیلی ممنون. خواهش میکنم خانم، وظیفه‌مون بود. نه نه، هر کسی این کارو نمیکرد. میدونید شما خیلی شجاعید، چقدرم قوی هستین. راستی اسمتون چی؟ برزو. ما کاری نکردیم خانم، دختر محله ما مثل ناموس خود ما میمونه، کسی بخواد مزاحمش بشه خلاص یه دفعه آب روغن قاطی میکنه. آب روغن؟ چه بامزه. یه لحظه صبر کنید. بفهم چیه؟ شما تلفن من چیکارش کنم؟ شوخی میکنید؟ یا اینکه از من خوشتون نمیاد؟ بر شیطون لعنت، شما یه ذره خودتو بپوچونی لاتلوت ها اینقدر مزاحمت نشن. بفرما برو خونه. این برزوه، 28 ساله، بچه نائین، با شخصیت، با معرفت، نجیب، کاری، پابند ناموس، خلاصه یک لوتی به تمام معنا و البته بی کس و کار و ساکن همین تعمیرگاه. با همه اینا معروفیت اصلی اون چیز دیگه ایه. برزو تو تعمیر انواع موتور معجزه میکنه. موتورای قطع امید شده رو میارن پیشش و زندهشون میکنه. در واقع اون بیشتر یه مخترعه تا تعمیرگاه. به خدا قسم این دفعه از حقوق کسر میکنم، جدی میگم، شوخی هم ندارم. ببین چه به سر گاراژ من آوردی. من گفتم استشار که میشه. آخه پسر تو کی میخوای آدم بشی؟ ها دوست من شرمندتم، ولی وقتی من اثر ناموس وسطه من خون جلو چشمو میگیره دیگه حال خودمو نمیفهمم. آخه این ناکسا اومدن جلو چشم همه دخترم علمون گیر میدن. خب عزیز من، میخوای از ناموس محلت دفاع کنی؟ بکن، برو بیرون، برو دم در، تو خیابون، نه تو گاراژ من. ببخشید آقا، سلام. تعطیل خانم، سه ببر. کار زیادی نیست، فقط پنچره. خانم اینجا تعمیرگاه است، پنچری تای خیابونه. آقا من که نخواستم پنچریشو بگیرید، همین چرخشو عوض کنید، من بلد نیستم. سلام، دست نزنی الان برمیگرد. آقا قلدت میماسه. آقا گناه داره خانم، شما برو اومده. یاد بگیرید، یاد بگیرید. کاش یه جو غیرت این تو وجود شما بود. نونه ورده ایفه نون، نونه ورده نه. ببخشید دیگه سر ناهارم بودین، خیلی لطف کردین. خواهش میکنم. پیدا کردم دیگه، چی برو. Thank you.
ببخشی من اصلا نفهمیدم که ماشینمو داغون کردی چه وضعشه؟ زهر مار تو هم زیر تریلی که نرفتی هیچ معلومه حواست کجاست؟ ببخشی من الان درستش میکنم. چه وضعه؟ یکی نجاتمون بده. الان میارمتون پایین. آقا تو خدا بیاد کمک، نمیتونه تنهایی ماشین رو صاف کنه. میتونه. کارش درسته. ای بابا ممنون، نمیخواد. آقا بگیر تعارف نکن. بگیر تعارف نمیکنم، ما کاری نکردی، فقط ماشین رو چپ کردی. اشکال نداره، اون وش قبلا هم پرده بود. آقا جون من وقت چونه زدن ندارم، میگم بگیر بگیر. پسر کجا را؟ حتما شنیدید که طرف با یک نگاه یک دل نه صد دل عاشق شد. این همین اتفاق برای آقا بزرگ افتاد، ولی اون اهل سوز و گداز نبود. آقا برزو مرد عمل بود. سلام اوستا. سلام. ما یه دو سه ساعت مرخصی میخواستیم. حتما میخوای بری خواستگاری که تیپ زدی آقا برزو. با اجازتون. به 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 سلامتی. خب آقا برزو، حالا این دختر خوشبخت کیه؟ حتما همون دختر دیروزی هست، دختر کورساییه. بله همونه. فقط مونده که تو ما رو بذاری سر کار. اوستا رفتم در موردش تحقیق. خونهشون همون خونه بزرگه تو کوچه داده، اسمش بارانه، دختر نجیبی، دانشجو هم. ببین برزو جون، به من بگو که شوخی میکنی، چون یواش یواش دارم نگرانت میشم. شوخی نمیکنم اوستا، 28 سالمه، وقت زنگ گرفتنمه. برو برو آقا برزو، خودتو مسخره کن. مگه خواستگاری رفتن گناهه؟ ازدواج که سنت پیغمبره. اینه که خودم میدونم، ولی اون دختری که من دیدم تو اون خونه زن تو که نمیشه. اوستا مرخصی رو میدین یا نه؟ بفرما. دست شما درد نکنه، با اجازه. دست شما درد نکنه. برزو اگه رفتی به دادن آبجیشم واسه ما بگی. سلام. سلام، ما اومدیم که اگه... بفرمایی. من همینجا منتظر باشید. این شرایط هر آدمی جای برزو بود قطعاً خوف برش می‌داشت. رنگی 12 بابا جان. شد یه ساعت. میگم نکنه کشته باشنش. نه بابا، واسه خواستگاری کسی رو نمی‌کشن. ولی آقا برزو بیدی نبود که از این بادا بلرزه. اون برقاسا عاشق شده بود و حالا هم تصمیمش رو گرفته بود.
آقای یارولی نامی داده بالا. شما باورتون نمیشه که این داستان واقعی باشه؟ خب حق دارید، شاید اصلا بهتر باشه داستانو از سه روز قبل از خواستگاری برزو شروع کنید. این خانم که معرف حضورتون هستن، ولی من مطمئنم اونی که من قراره عاشقش بشم سواره یه پاژروه دو در قرمز. شاید باران نامی داده بالا. تاکسی برگشتی زهر مار، ولی بنزم جهنم. ولی خب اگه بنزم داشت من بهش فکر میکنم. ولی واقعا فکرشو بکنید بچه ها، از توی این همه آدم اونی که قراره ما عاشقش بشیم کیه؟ کجاست؟ این ترمی قصه آفریقایی میخوندیم توی ادبیات ملل، خیلی بامزه بود. اول قصه یه جادوگر قبیله به پسره میگه موقعی که عاشق بشی توی قلبت یه صدای موسیقی میشنوی، بعد آخر قصه وقتی پسر دختر رو میبینه پسره یه صدای دامبول دیمبول طبل میشنوه توی گوشش، میفهمه عاشق شده. حالا اگه ما عاشق بشیم چه آهنگی میشنویم؟ حتما امشب چه شب. آی آقا نگهدار. آخه به خدا دیگه این اند نامردیه، آدم هم از گروه فشار کتک بخوره همین که خودی ها تحویلش نگیره. گیره اینا اینه که فکر میکنن صاحب دومه خوردادن، بعد حالشون که چی؟ این خبر ها نیست. نامرده اقلا نزدشن یه خود میتینگ کنی. احمق جان میتینگو که تو میتینگ شرکت میکنه. حالا چه فرق میکنه؟ همین حرفا رو میزنی به ما میگن سواد سیاسی نداریم دیگه. من خودم اون روز به اون یارو دفتر تحکیمیه که دم در واسطه بود برگشتم گفتم آقا جون تو که ما رو راه نمیدی تو، معلومه اصلا تریپ دوم خرداد رو درک نکرد. عرشک پسر خاله بارا. خب یارو چی گفت؟ هیچی بابا. دیپلمه بیکار، عاشق موسیقی پاپ و اهل سیاست منتها به سبک خودش. ماشینت کو؟ باز تصادو باز کتر. سلام. جات خالی، رفتیم میتینگ شرکت کنیم، خوردیم به پست گروه فشاریا، انقدر حال داد. آخر سر خودتونو به کشتن میدید دیوونه ها. کتک خوردن برای آدم سیاسی از نون شبم واجب تره. آدم سیاسی با مزه بود، با مزه بود. من خر و اون که با کی دارم صحبت میکنم؟ مواظب باش آلبرت، تو که میدونی اون نقاشی برای من خیلی با ارزشه. این آخرین عکسیه که از سناتور. باز چه خبر شده مام بزرگ؟ سلام. خدا تو رحمت قرقشون کنه. سناتور کجایی که ببینی مهین بانوت، گل بانوت مجبور عکستو ببره هفت سوراخ قایم کنه. خوب شد رفتی و این خفت و خاری رو ندید. یار ولی حلبی ساز، الهی اون حلبیات بخوره تو اون شارگ به حق علی. مهین بانو، مادر بزرگ باران، ممکنه ظاهرش به نظر یکم بد اخلاق بیاد ولی باطنش 100 درجه بدتر. آلبرت یه سرپیش خدمت حرفه‌ای و یک آدم خیلی محترم که تقریبا از 30 سال پیش تا الان با خانواده مونده و حالا با حفظ سمت آشپز و باغبونم هست. با خود من صحبت کرد، از تو فرودگاه زنگ میزد، گفت حتما همه باشن که یه چیزی رو میخواد در حضور همه بگه. شکر؟ وا آلبرت، تو که میدونی من رژیمم. ببخشید فراموش کردم. حالا گفته همه باشن، مگه چی شده؟ تو چرا متوجه نیستی باران جان؟ اون مردک هیچ وقت همچی کاری نمیکرد، همیشه میومد اون چک حساب برده رو میداد و میرفت. حالا چی شده که از فرودگاه تلفن کرده من نمیدونم. آویشن دختر خاله باران که با رژیم سفت و سخت سعی داره خودش رو تو فرم نگه. من میدونم چی شده. وا خب به ما هم بگو. هیچی بابا، داره میاد اینجا هدیه تولد منو بده. همین اولا باران جان تولد شما 3 روز دیگه است، نه امروز. ثانیا از کی تا حالا هدیه دادن باران میخواد؟ چیه جوزفینا؟ تو پدری خانمم؟ پشو خدا کنه باز دوباره من گیر نده. شوهر کن یعنی اینقدر به من گفته شوهر کن دیگه حالم داره از اسم شوهر به هم میخوره. خاله چرا میشکافیدش دوباره؟ فکر کردم دیدم این رنگ به اون یکی نمیاد. ای بابا. مهری خانم خاله باران با سناتور شوهر فراریش که خانواده 22 سال منتظرن که برگرده و اونا رو با خودش ببره آمریکا. نمیخواد ببریش انبار، دفعه پیشم گوشه‌هاش زخم‌آلود شده بود.
ای ببخشید شما کجا رو توصیه میکنید؟ بذارش همین دوره برا پشت این پرده اومد این مردک زنگ زدنش هم نفرت انگیزه حتی جوزفین هم حالش بد میشه آقای یارولی نامی دده بالا عموی باران یک مرد خود ساخته که از دکان حلبی سازی در سلماس به جای رسیده که الان صاحب بزرگترین کارخانه قوطی سازی کشوره اون از 21 سال پیش یعنی بعد از فوت پدر و مادر باران در یک تصادف اتومبیل و طبق وصیت برادرش شده صاحب اختیار کارخانه و اموال تنها دختر برادرش یعنی باران که از بچگی با مادر بزرگش زندگی میکنه مهین بانو هم بعد از فوت و مصادره اموال شوهرش افتاده بود گیر موجودی به نام یارولی که از اول انقلاب تالا مجبور بود هر ماه بهش حساب پس بده تعمیر مسترا تعمیر مسترا به من چه؟ دستشویی همشون گرفتن این خونه مونده و یه دستشویی که تازه اونم مامو جون هر روز صبح مجبورم نیم ساعت تو صفش وایسی خب درستش کنید کی گفته تعمیرش نکنید؟ منتهاش از جیب خودتون جدی نمیگین جناب نامی حتما میدونید که اینجور هزینه ها به عهده خود صابونه است والا من از تهران شما که خبر ندارم ولی تو شهر ما صاحب خونه به کسی میگن که سر ماه میاد و اجارش میگیری شما ها ماشالله هزار ماشالله 20 سال مفت و مسلم نشستین که هیچ ماهی 500 هزار تومن هم از بنده خرجی میگیری اون وقت پول تعمیر مسترا هم بعد بنده بدم مطمئنن فراموش نکردید که شما دارید هزینه زندگی دختر برادر مرحومتونو میدید نه خرج ما رو بسم الله الرحمن الرحیم والله اگه من تمام آیدی اون سینما رو تو این خونه نمیریختم حالا باید کاسه گدایی دست میده قربون آدم چیز فهم اگه اون سینمای فکستنی 100 نفره توی علی گودرز خرج این خونه رو میده پس این همه فاکتور چیه؟ هر دفعه میام 50 تا فاکتور به این همه فاکتور اضافه میشه پول آب جدا، پول برق جدا، پول لباس جدا خرج دانشگاه رو هم که مرتب دارم میدم ها؟ این صافکار نقاشی ماشین دوباره به کجا زده ماشین و دختر؟ به تیر چراغ برق ماشالله هزار ماشالله آباد کردی تهرونتو با این رانندگی بنده چه گوی خوردم برای شما اتومبیل خریدم خب همونجون اگه کار ندارین من دیگه دیرم شده کلاس دارم باید برم بشین سه روز دیگه تولدته نه؟ بله دهم دیگه لابد میدونی که من دو هفته پیش قلبمو عمل کردم بله راستی الان که حالتون خوبه عمو جون بله از احوال پرسی های شما بد نیستم شکر خدا الحمدلله شکر ولی قبل از اینکه برم اتاق عمل با خودم یک قرار گذاشتم و اون اینکه اگر سلامت از عمل بیرون اومدم به کارهای خودم یه سر و سامون بدم که دیگه با کس خورده برده ای نداشته باشم ولی همیشه تو زندگی یکی از بزرگترین نگرانیام شمایی یادت رفته چه گولی به من دادی؟ گول؟ گول دادم آها قرار برم تعلیم رانندگی همین هفته خیر شوهر شوهر چی شد؟ بالاخره برای خودت شوهر انتخاب کردی یا خیر؟ بله، نه، خیر، ولی دیگه همین روزا ایشالله دیگه الان 4 ساله که امروز شوهر میکنه، فردا شوهر میکنه بالاخره چی شد؟ خب من همیشه به شما چی گفتم؟
گفتم تا حالا سابقه نداشته خانم های خانواده دده بالا تا 18 سالگی بدون شوهر مونده باشن. گفتم یا نگفتم؟ بله گفتید. گنوشما نوه عموی مادر خدا بیامرزم تا 21 سالگی شوهر پیدا نکرد. مادرش از گسه دخ کرد. سن ازدواج در خانواده دده بالا خیلی مهمه. من گفتم حالا این دختر دانشگاه میره درس میخونه، بذار سرگرم درسش باشه. ولی توی تولد 2 سال پیشت بهت چی گفتم؟ گفتم دیگه بس، الان وقت شوهرت. تو هم به من قول دادی تا سال دیگه همین موقع یکی از خواستگارا که از بقیه یه مقدار مهمتره ورداره برای شوهر. گل داده یا ندادی؟ بله. تولد پارسالت هم باز همین، اینم از این سال. ببینم نکنه تو فکر میکنه من باید شوخی دارم. نه خیر. پس چی؟ امو یار ولی بذاره تکلیفتون روشن کنم. من حاضر نیستم با مردی که دوستش ندارم عاشقش نیستم عروسی کنم. همین. عجب. پس اون آقای مهندس شیرانی که من فرستادم پسر خوبی هم بود، چرا عاشقش نشدی؟ ای عجب حرف میزنین. مگه عاشق شدن دست خود آدمه؟ اومده ما شما تا سال آینده عاشق نشدیم. تکلیف ما چیه؟ چرا؟ ما میدونم بالاخره این بیرون یه نفر هست که قراره قلب من تسلیمش بشه. یه متولد مهمه. برای من شعر نباف. حالا که تو برای خودت نمیتونه تصمیم بگیری، بهتره کسی که عقلش میرسه برای تو یه فکری بکنه. همه شماها شاهد، تو تا روز تولدت فرصت داری که شوهر کنی. حالا میخوای عاشق بشو میخوای عاشق نشو؟ چرا؟ چون من تا 3 روز دیگه اگر شوهر نکردی همه اموالمو میدم به امور خیریه. این خونه رم یه جا میبخشم به آسایشگاه سالمندان همین بخیر. یعنی شوخی میکنین دیگه عمو جون؟ قیافه من مثل آدمای شوخی کنه. نه خیر. یعنی چه؟ شما حق ندارین در مورد پولای من تصمیم بگیرین. ببین بچه، بابای خدا بیامرزت اختیار اموالشو به من سپرده، یعنی تصمیمش با منه که پول تو امروز بهت بدم، فردا بهت بدم، یا اصلا بهت ندم. پس اون کاری که من میگم میکنی، سهم تو از مال پدرت میگیری. این کار اصلا انسانی نیست. بله اصلا خیلی هم حیوانیه، ولی همینی که هست. من جای بابای بارانم و تصمیم میگیرم که باید شوهر کنه. همین. آلبرت، این دفعه مثل دفعه های پیش نیست، من تا روز تولدت اینجا میمونم، تو رو شوهر میدم برمیگردم. اتاق مرتب داری؟ من مرتب منم چمدانمو گرد بردارم. چشم. الان اگر ما مدیریت خودمون رو با روش‌های جدید اقتصاد جهانی منطبق نکنیم، راه رو کاملاً برای توسعه اقتصادی که شما می‌فرمایید بسته گذاشتیم. ببخشید. یه لحظه موبایل. به نظر من این افکار شهروز نامزد آبیشم. خوشگل من. رکورددار طولانی‌ترین دوران نامزدی با 8 سال سابقه. بد، خیلی بد. الان نمیتونم پای تلفن بگم، فقط زود پاشو بیا. یک زبل زبون باز که لنگش فقط خودشه. من نمیدونم، اگه تا یه ساعت دیگه اینجا نباشی یاد دیگه نمیخوام ببینم. و مباشر و مشاوره مهین بانو. فقط بگو ببینم چند تا دوست هم داری؟ 7 تا. حالا نمیشه 8 تا؟ خیلی خوب. بای. خب آقایون و خانم‌ها استراحت دیگه بسه. حالا به افتخار عروس خانم گل و شادومات یک کف مرتب منبسط منظم و مرغوب. بریم 3 2 1
پاسال بهار دست میگم تو 15 سالگی سند خونه پدر بزرگش که همش توی طرح بوده دستکاری کرده و به قیمت عالی فروخته. حالا منتظره ببینه اگه پولمولی به آویشن میرسه اون وقت بگیره. من هیچ وقت زیر باره یه همچی ازدواجی نمیرم، حتی اگه مجبور شم برم گوشه خیابون زندگی کنم. خب معلومه مامی جان. خدایا من نمیفهمم این مردک کیه که میخواد واسه نبه من تعیین تکلیف بکنه. هی پولشو به رخ مامی کشه نگبت. پولش بخوره تو اون سرش. میدونستم شما منو درک میکنی. واقعا که تو در مورد ما چی فکر میکنی بارون عزیز؟ خوشبختانه توی خانواده‌ای داری که مثل شیر پشتت وایساده. ببین خاله جون، ما بزرگترها فقط وظیفه‌مون اینه که شماها رو راهنمایی کنیم. همین. خب بله. حالا که صحبت راهنمایی پیش اومد، من خودم واسه یه شیرمرد سراغ دارم. بله. مسعود، پسر عمه فلور. خوشتیپ، تحصیل کرده، با کلاس. دفعه اول مامی جون اشتباه کردی، ردش کردی رفت. وای فلور جون دست درد نکنه، چه گلای قشنگی مثل خودت ماهه. مرسی. من تصمیم گرفته بودم دیگه پام اینجا نذارم. ای بابا، برای اینکه اون دفعه خیلی به من برخورد. سخت نگید فلور جون. راست میگن، این حرفا رو ولش کنین عمه فلور، شکوه نداره. نزدیکترین تاریخ 28 بهمنه، عید قربان. اون موقع مستانه ترم شروع میشه، نمیتونه بیاد. تو هم که میدونی که اونجا چقدر سخت میگیرن. خب بندازیم کریسمس، هم مستانه جون تعطیله هم مناسبت خوبی داره. عالیه عالیه، مستانه هم میتونه بیاد. مسعود جون نظر تو چیه مادر؟ بله موافقم. میگم به نظر من کریسمس اتمسفر خاصی داره. نظر شما چیه بارم خانم؟ بله موافقم. پدر سوخته بیشرف این باباش زبون بازه، تو نمیدونی. چی شد؟ بالاخره آقا نزول اجرار فرمودن؟ بله داخل اتاق پذیرایی هم. خیلی خوب فلور جان، پاشین بریم به این مرده کم ما یه سری بزنیم. به خیال خودش بزرگتر بارانه، میخواد دست مسعود جون بارانو خودش تو دست هم بزنه. اشکالی نداره، اتفاقا من چند سالیه ندیدمش. ببینم همونطور بد اخلاقه؟ بدتر شده که بهتر نشه. ببخشید خانم، یارولی گفته فقط دوماد باد بیاد تو. فقط دوماد؟ بله. چی کارش داری؟ چه بدونم، لابد میخواد نصیحتش کنه. مسعود جون بودو برو تو. آفرین پسر گل. چشم، من زود برمیگردم. چای نریا؟ چایی نخواست، بردار ببر. این یارولی چی کار میکنه الان؟ یک ساعت ما رو اینجا معدل کرده. چه میدونم والا. خب این دیگه آخرین سواله. اگر تو خیابان شخصی یا اشخاصی به خانومت مطلق گفت، عکس العمل شما چیه؟ خب معلومه، به نیروی انتظامی مراجعه میکنم. بهم گفت فوفول. ببینم اصلا به چه حقی این کارو کردید؟ حالا بیا منه بخور. مگه چی شده؟ چی شده؟ چی میخواستید بشه؟ واسه چی این پسر رو ردش کردین؟ برای اینکه بچه ننه بود و به درد شما نمیخورد. ببخشید من خودم باید تشخیص بدم که به دردم میخوره که به دردم نمیخوره، نه شما. چیه؟ نکنه متولد مهر عاشقی شدی؟ این سوسول معلومه که نه، ولی شما هم حق نداری من شوهر انتخاب کنی. بنده غلط میکنم، من فقط نگران آینده ایت هستم. بالاخره شما تنها بازمانده براتله هستی. من هم حق دارم شما را راهنمایی کنم که شوهر مناسبی پیدا کنه. ندارم. اسمش راهنماییه. بله من اینجوری راهنمایی بلدم.
شما 100 تا پسر دیگه مثل این جوگلوی گرتی فیفولم بیاره، من بدون روی در وایسی همشون رو رد میکنم. برادرزاده من باید زن یه آدم مرد بشه. همین دیگه، راحت بگه نمیخوام پولای بابای خدا بیام ارستو بهت بدم. باش، شما هر جوری که دلت میخواد فکر کن دختر خانم، فقط این رو بدون که 3 روز بیشتر وقت نداره. اشون گرچه باران ضرب العجل 3 روزه عموشو جدی نگرفت، اما مهین بانو که نمیخواست اختیار باران رو از دست بده و از طرفی یارولی رو هم خوب میشناخت و میدونست که شوخی تو کارش نیست، خانواده رو بسیج کرد و از میون ریز و درشت جوانای فامیل اونایی رو که شانس قبولی بیشتری داشتن برای خواستگاری باران به مسلخ یارولی فرستاد. الان هم که در خدمت شما هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی سخت افزار از دانشکده امیرشریف هستم. قصد دارم اگه خدا بخواد. اما یارولی خودش استاد آدم شناسی بود. شوهر مناسب باران از دید یارولی باید آدم مهم بود و آدم مهم از نظر اون تعریفای عجیب و غریب. با این حال اگه نمیشد آدمایی با اون مشخصات پیدا کرد، میشد تقلب کرد. من خودم از آدمای خود ساخته خیلی خوشم میاد. از کارگری هم شروع کردم. ببینم دستان. البته یارولی هم کسی نبود که کلاه سرش بره. این دستا دستای کارگریه. تو با این دستا بیل زدی؟ برا بیل. ایشالا. بابا مرد دیگه دیونه است، نزی بودن بخوشم. به نظر من خونواده یعنی همه چیز. مهین بانو بد جوری به زمین سفت رسیده بود، بنابراین طبق معمول های اجداد خانواده رو کشید وسط و اونا رو به کمک کرد. الان چشم امید تک تک اجدادمون به بارانه و من مطمئنم که تو ناامیدشون نمی کن. اینجوری بود که مهین بانو باران رو وادار کرد که پا روی غرورش بگذاره و خودش به خواستگارای قدیمش زنگ بزنه. الو. الو. سلام. اگه شما هم به تقدیر اعتقاد داشتین، به این نتیجه می‌رسیدین که وقتی سکه شانس کسی قلب بشه، هر اتفاقی میتونه باشه. سلام، من باران هستم. سلام. چطوری؟ خوبی؟ باران مطمئن شده بود که ستارش رفته توی برج عقرب. آخه کی باورش میشد که باران با اون همه خواستگار یه روزی اینجوری در به در دنبال شوهر بگرد؟ گلوش ساعت‌ها و دقیقه‌ها می‌گذشتن و ضرب العجل یارولی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. هیچ وقت جشن تولد باران در تمام طول عمرش اینقدر خلوت و سوتکور نبود. تولدی که به مجلس عزا بیشتر شباهت داشت. کس دیگه ای قراره بیاد؟ نه، این آخریش بود. بله، خودشه، خود خودشه. بله، خود خودشه. همون که ماشین یه روز این بسره اینقدر حواسش رفته بود به باران که ماشین رو چپ کرد. همون موقع گفتم که این گلوش میشه باران گیر کرد. وای، خوش به حال باران. غلط کرده گلوش میشه من گیر کرده. چند روزه کم به هم توهین شد. همین کارم مونده بود که این شاگرد مکانیک که بیاد خواست. آلبرت، برو این پسرک جلوم، برو با یه اردنگی بنداز بیرون، تو دفعه دیگه از این غلط ها نکنه. هر چی شما بگید خانم. سب کن بینم آلبرت، سب کن. بابا چرا متوجه نیستین؟ این آخرین شانسه. بله؟ بذارین یارولی اینم ببینه. ببین شهروز جان، من مطمئنم که این پس فطرت حتی اگه پسر قارونم بیاد خواستگاری دردش میکنه. بعدم تو اینقدر ساده نبودی. حالا ضرر که نداره، شاید این یارو همون فرشته نجاتی باشه که منتظرشیم.
راست میگه، اینی که تو این لحظه رسته شاید یه حکمتی توش باشه. نه خیلی، هیچ حکمتی هم توش نیست. من خدا بینامون بهتر از این حرف هست. خود مامان از این شوخیه نمی کنه. آقای یارولی نامی داده بالا. سلام علیکم. علیکم السلام. حقیقت امر اینه که کسی نمیدونه برزو توی اون نیم ساعتی که تو اون اتاق بود به یارولی چی گفت و از اون چی شنید. آلبرت باران دنا چای گچسه. به هر حال هر چی که بود نتیجهش این شد که باران اون چای معروفو ببره تو. خب شاید هم پسر خوبی بود. آویشر همچینو بزن تو سر کن کن مامو جون. برو. حالا باید خوشحال باشی، بخش بعدش طلاق میگیری دیگه. لبخند بزن، لبخند. آها، آفرین، لبخند، لبخند. عزیزم تبریک میگم. آقا نمک برای قلبتون ضرر نداره؟ یه وقت رو درویسی نکنی یا تو دیگه عضو این خانواده ای. شما چه زحمت میکشین؟ این وزیفه خودم میریزم. منه اختیار داری، شما چه بابای منی. ولش کن، ولش کن. آلبرت مالاقه رو رها کنی، بذار بریزه. زحمت وقت چی؟ دست شما درد نکنی. خیلی ممنون. خب به حمدالله مشکلاتمون هم حل شد و باران خانم هم به سر و سامان رسید. حالا من میخوام برای اینکه کدورتی بینمون نباشه و ایشون هم بدونه که عموش بهش علاقمنده، آنچنان عروسی مفصلی بگیرم که تا به حال هیچ کس ندیده باشه. چطوره؟ به به، چه فکر خوبی. باران جان جدا به خاطر داشتن همچین عمویی به تبریک میگم. آه چی شد؟ هیچی، من سیاتیکم نمیدونم هر چند وقت یه بار چرا درد میگیره. مرزو چه فکر خوبی؟ تو اصلا میفهمی چی داری میگی؟ مگه من چی گفتم خانوم؟ بابا جان اگه این عروسی سر بگیره آبروی چندین ساله خانواده ما میره. اصلا مردم چی میگن؟ نمیگن که نوه امیر سلیمانی با یه مکانیک ازدواج کرده. سال پیشه دوماد شما چوپون باشه یا جراح مغز باشه با هیچ کس هیچ فرقی نمیکنه. مهم اینه که پولدار باشه. بابا برای ما مهمه، اصلا برای اطرافیان ما هم مهمه، حتی مهمتر از پولدار بودن. من نمیدونم تو مرمولکی هستی، این مراسمو به همش بزن. چه
شهروز چی شد؟ بیچاره همه فلور عادت داشت سوپ هم با چنگان میخورد. چقدر دوست داشت عروسی بارانو ببینه. همه فلور که مگه همه فلور چی شد؟ اما فلور چیزی شده؟ مگه شما نفهمیدی؟ نه مگه اتفاقی افتاده؟ بهشون بگو. همین چهارشنبه که از اینجا رفتن سالم سالم بودن و سر میز شام میگن که دست چپم درد میکنه، میبرم اتاقی خورده دراز بکشم، بعد که میرن سراغش میبینن که خودش رو به قبله دراز کشیده جا به جا تموم کرده. ای بابا خدا رحمتشون کنه. پس با این حساب الان صحیح نیست چه عروسی بگیریم. عروسی بعد از چهلم. شما که مشکلی نداری آقای پرزو؟ نه آقا ما که رو حرف بزرگتر حرف نمیزنیم. فامیل باران خانوم هم که دیگه فامیل خود ماست. فقط میمونه عقد که اونم بعد از نهار یه آگت میاریم کار رو تمام میکنیم. چطوره؟ لطف کنید اینجا رو امضا. شما تمام شروط را خوانده اید؟ همش قبوله. پس باید بدانید که پیش از عروسی نباید به عروس خانم دست بزنید. ما غلط بکنیم تا عروسی به عروس خانم دست بزنیم. خیر است، انشاءالله مبارک است. دهنتون رو شیرین کنید، یوم نداره. بیا این مال شماست. وای چقدر خوشگل عمو جون، خیلی نازه عمو جون. مال چه احتیاجی نیست، هیجان برای قلب من ضرر داره. پس پا اجازه شما. ببخشید حاج آقا یک لحظه اجازه بدید. بفرمایید. قابل شما را نداره؟ قابل نداره. انشالله که قدم شما برای این دو جوان خیر باشه. انشالله خدا پشت پناهشان باشه. یک لحظه. آلبرت بیا برای حاج آقای آژانس بگیر. آقا اگه اجازه بدید من براشون آژانس میگیرم. بله بگیرید. بفرمایید جناب. پس خداحافظ شما. خداحافظ. خدا نگهدار. خداحافظ شما. خداحافظ شما. لطفاً بیاد ببینم. چیرا؟ بشین ببینیم با چیرا. پول دیگه نصفش مال منه، رد کن بیاد. مگه تو چی کار کردی؟ همه زحمتی که گردن من بود. غلط کردی، بی چشم رو خودم آوردمت. میدی یه بایی لگت از ارکست پرتت کنم بیرون، رد کن بیاد. خیلی نامردی. حالا گیر اما پول این دفتر رو خودم دارم و 10,000 تومن. جدا بازی در نیازشته، برو. مگه نمیخواستی برم آژانس بگیری؟ آژانس؟ نه بابا، با تاکسی برو. آلبرت به آژانس گفتی میرم فرودگاه؟ بله آقا. یارولی اون شب سفارشات لازم رو کرد و برگشت به تبریز. به دستور اون برزو در گوشه ای از باغ صاحب یک اتاق مستقل شد. برای دستشویی داخل عمارت بین پله ها. باشه چشم. حضور این مهمان ناخوانده گرچه برای خانواده و به خصوص مهین بانو سخت و ناگوار بود، اما برزو شرایط جدیدش رو خیلی راحت پذیرفت. اون حالا فرصت زیادی برای تهیه مخارج عروسیش نداشت. بنابراین از فردا صبح کارش رو توی تعمیرگاه از سر گرفت. اما به نظر می رسید سرنوشت مسیر دیگه‌ای رو برای اون رقم زد. برادر برزو. در خدمتی. لطفاً تشریف بیاریم بالا. بیا آقا برزو. صد دفعه بهت گفتم اینقدر این آقا داوودو بغلش نکن. آقا بفهمه بریم دفتر، اینجا که بعده که. متشکرم. ما راحتیم. یه راست میریم سر اصل مطلب. ما شنیدیم که شما تو امر موتورسیکلت تخصص دارین، درسته؟
تخصص که نه، مواقع بیکاریمون یه لکولکی با موتور میکنیم، کار اصلیمون اینجا ماشینه. معلومه برادر متواضعی هم هستی. شکرتی. واسه همین ما شما رو انتخاب کردیم که یه سفارشی بهتون بدیم. بفرما، در خدمتی. یه سفارش خیلی فوری و خیلی سری. سری؟ بله، حتی فوق سری. سرکاری؟ آره، دوربین مخفی آن کو. دوربین مخفی چیه جانم؟ ما داریم جدی حرف میزنیم. ببین جانم، ما یه موتور خیلی قوی لازم داریم، یه موتور خیلی قوی و تندرو، یه موتور که یه گاز بدی 100 تا سرعت بره. میخوایم هیچکی نتونه ما رو بگیره. منظورش اینه که از موتورهای دیگه تندتر بره. چرا اومدیم پیش من؟ چیزی که شما احتیاج دارین یه موتور 1000ه. اسمشو نیار. چیزی نگفتیم، گفتیم موتور 1000. خیلی خوب، ساکت. حالا میخوای همه شهر رو خبر کنی؟ شما حالتون خوب هست؟ ببین عزیزم، ما به دلایلی نمیتونیم از این وسیله استفاده بکنیم. از کدوم وسیله؟ موتور 1000 دیگه. خب معلومه، شما که مجوزشو ندارین. یکی ببین آقا چی میگه؟ فکر کردی مجوز گرفتم واسه ما کاری داره؟ پس چی؟ من اگه اراده بکنم مجوز تردد تانک هم میتونم بگیرم. موتور 1000 که جای خود داره. اصلا ما خودمون این وسیله رو نمیخوایم. برای منظور من مناسب نیست. منظورتون مگه چیه؟ منظور ما؟ والا منظور ما میخوایم توی مسابقه شرکت کنیم. بله، یه مسابقه موتور سواری. جانم بابا، مسابقه خوب زودتر میگفتی. خب میدونی ما زیاد اهل خودنمایی نیستیم. خب ما باید چیکار کنیم؟ شما ببین عزیزم، این سویچ موتور ماست. ما میخوایم همین یه جوری تقویتش کنیم که خیلی تند بره. یه چیزی مثل موتور 1000. خوب جایی اومدین. یه کاری میکنم که موتور 1000 که هیچی، موتور 2000 هم به گرد پاش نرسه. فقط برادر برزو، ما خیلی عجله داریم. خیال تخت باشه، پوست کارتلش را بده، سیرند بزرگتر بره توش، دو روزه قالش میکنم. Well, keep checking them. Keep looking. Is there anyone alive out there? Hello? Can anyone hear me? There's nothing here, sir. صدای چی بود آلبرت؟ متوجه نشدم خانم. حتما زلزله بود. چی شده؟ اینجا چه خبره؟ چرا چراغ رو خاموش کردی؟ مهین بانو، چشم بندت. چی شد؟ آویشن از تخت افتاده؟ نه بابا، فکر میکنم زلزله بود. خب اگه زلزله بود که باید چراغ چیزی تکون میخورد. این حتما خونپار است. من مطمئنم به وزارت اطلاعاتو زدم. نه بابا. رادیو.
سلام خانم. آها افتضاح، نمیدونی دیشب با چه مصیبتی خوابیدم. چطور؟ نه صبح زودم بلند شده رفته سر کار. فرمایشی نیست خانم؟ نه خیر، تو ریاست جمهوری. معلومه تو مکانیکی. ببین شهروز جان، تو چرا متوجه نیستی؟ بابا بفهم چی دارم بهت میگم. اگه این مردک مکانیک اونجا باشه شب نشده، همه اهل محل از این افتضاح با خبر میشن. میفهمی؟ من چه میدونم بابا، من دارم از تو میپرسم. اصلا آخ وای ای یار، ولی الهی که تو تنور بربری کباب شی. ها نه بابا. شهروز طبق معمول با روش‌های خاص خودش فوری چاره مشکل مهین بانو رو پیدا کرد، چیزی که مهین بانو فکرش هم نمی‌کرد. بیا تو با همین فرمون بیا صافش کن. بیا اینم میشه کارگاه جناب علی. البته انبار بغلی هم هست، فقط یه ریزه چی در هم بر همه، باید مرتبش کنی. اوسک بر جون، این باران میگه من اصلا طاقت دوری شوهرمو ندارم. میگه این آقا برزو باید همیشه جلوی چشمای من باشه. عشق جوانیه دیگه، امان از این عشقای جوانی، امان. احسان مواظب باش. آه چیه؟ هیچی آقا برزو، هیچی. ای خدا قدرت تو شکر. باران خانم سلام، کارگارو مرتبش کردم، خیلی خوب شده. چه جالب. کجا داری میری؟ بیرون. چه خوب، میخوای منم با تون بیام؟ نه خیلی لازم نیست. تعارف معارف نکنین. نه خیلی. خب پس من میرم در براتون باز کنم. برو نگران منم نباش، من سرم به کارم مشغوله، به جای شب با هم این سینما. بابا جان خودت باش. این دیگه کیه بابا؟ سابلیک میگم ماشینت قشنگه با خودم درستش کردم. خفنه نه؟ چیه؟ خفنه یعنی دله، کارش درسته. چه شیشهش نمیشه؟ نوشتم سکند آف خورداد بویز، یعنی بچه های دوم خورداد. باله دوم خورداد تولدت. آره ببینم تو این حرفو جدی میزنی؟ چیو؟ یعنی تو نمیدونی دوم خورداد چی شده؟ تولدت دیگه. بابا تو هند چاسگولی چونه، تو کلی دارم ماتحال میکنم. اچه تو چقدر خوشخنده، این ماشینه چشه؟ چه میدونم بابا، این لگن هر روز یه بازی در میاره، امروز هم روشن نمیشه. شوهرمون داده اساسی. یه استارت رو زمین هم بادو. آها درست شد دیگه. آفرین استاد، باریکلا. بجوم بابا دمت کرد، چش بود؟ سر کوهلش جدا شده بود. جانم تو گفتم یه 20 تومانی افتادم تو خرج ها. دمت قیش بابا، دمت قیش. شاکریم، برو به سلامت. قربانه. اما بیا، حالا که تو یه کاری واسم کردی، منم میخوام یه نصیحتی بگم. بفرما. ببین،
اصولا دخترها از پسرهایی که زیاد تحویلشون بگیرن خوششون نمیاد. هرچی بیشتر موسوس بکنی بیشتر واسه ادا در میاد. حالا برعکس، اصلا برو تو تیرف کم محلی، تحویلشون نگیر، حالشون رو بگیر، بزن تو سرشون، اون وقت میدونی سه سوت عاشقت میشه. جان تو، همین باران خودمون یه دو دفعه بهش کم محلی کن، دو دفعه بزن تو سرش، خودش در به درت میشه. بعدش نیاد. نه بابا اون کیفم میکنه، من دختر خالمو میشناسم. این کارهایی که بهت گفتم بکن، میاد میفته به پات. گود بای. برزو برای یافتن یک راه دیگه خیلی به مغزش فشار آورد، ولی اون در تمام این سالها جز با موتور با چیز دیگه‌ای سر و کار نداشته که تجربهش رو پیدا کنه. بنابراین سعی کرد با استفاده از مهارت استثنائیش و فکری که سالها توی کلش بود با یک تیر دونشون بزنه. اون میخواست با موتور سفارشی کاری کنه، کارسون، کاری که هم باهاش سفارشش رو به نحو احسن انجام میداد و هم میتونست جنم خودش رو به باران نشون بده و قفل دلش رو باکنه. خب اینم موتورت بود. حجم سیلندرشو کردم 200، همین 30 تا به سرعتش اضافه میکنم. دست شما درد نکنه. ولی این چیه؟ این آخر کمالات موتوریه. نگاه کن. این یه موتور 5 توربینه پس سوزه که کلن با بقیه موتورها توفیر داره. یه چیزی تو مایه های موتور جد نسوزین. حالا چند تا میره؟ 50 تا به 30 تایی که گفتم اضافه کن، با سرعت اولیهش میشه 200. 200 تا؟ 200 تا با وسپا؟ بلکه هم بیشتر. نه خبی، به قیافش نمیخوره. نمیخوره؟ یه ترمزشو بگی. حالا چی تو بول میخوره؟ میدونستم شما این عمرن ترمز نمی کردم. خیلی حیف شد. میگم حالا آقای بوش چطوره؟ حقوق ایماتون رو دار؟ به کوری چشم بن لادن و رفقاش. این هفته تو میتینگ نیدمتون، فکر کنم حسابی کف کردی. آخه ما کارهای مهمتر از کتک زدن شما ها داریم. قرارت حالا خودت بعدا میفهمی. مگه دفعه قبل کم کتک خوردیم؟ لهتون کردیم. ما استراتژیمون آرامش فعال پسر جان. ما گفتگو میکنیم. بس شما وحشی ها نیستیم که. میفهمی اینو؟ اینم از ترستونه، چون شما سوسولید و اصل عوام نیترسی. چرا در رفتی؟ ای کجا؟ ایسوالیده آینو دوبامه خوردادی ها ببخشید. اما گفتگو هم دیگه حدی. یه مردی بایسته تا لنگرت رو درست کنم. زشی سلام خانم کن. سلام خانم کن. سلام بچه ها، دارین چه کار میکنین؟ هیچی، وایستادیم داریم صحبت میکنیم. بله. آفرین آفرین، هرچی تو بچگیاتون شر بودیم عوضش حالا بچه های آروم و آقایی شدیم. به مادراتون سلام برسونیم. درساتونم خوب بخونینا. آفرین. ای
ولش کن بابا داریش تو محل سر. آه چی؟ بری خدا رو شکر کنی که الان وقت ندارم. بله حسابی حالتون رو میگرفتم خرای چماق دار. برو سوسول زده ارزش عامل استکبار. برو به جای این کارا فوکلات رو درست کن تو چشمت نره سنبا. تو برو سوراخ‌های ریش تو بگیر شده این مجموع جزایر کوهام. باش برو سعیانیش قاتل زنگ لیبرال خود بروخته هم میدونی این فوشای سیاسی کار آدم رو راه نمیندازه. دل آدم خونک نمیشه. اوزگل بچه قرتی بیشور مادر نامسته به مردی که بی تربیت. حالا خوب شد. نه 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 آخه چرا نه؟ تو که خوب بلدی مردم رو خر کنی. بگو این بدبخت بیچاره اصلا از دیروز سالا سردردش خوب نشه. این تکراری خانم دیروز بهش گفتی سرم درد. خیلی بدبخت اصلا تومور مغزی داره. بابا جان این مادر مرده که چیز زیادی از تو نمیخواد که. یه سینما باش برو شر رو بکن. آفر ببینم اصلا تو چرا خودت با این مادر مرده نمیری سینما؟ دی اخلاقی داری یا من؟ من میترسم که توی به این بابا انقدر روی خوش نشون ندی که آقا مشکوک بشه و تمام برنامه‌های ما رو به هم بریزه. حالا ببین محاله. بذار خیالت راحت کنم. بنده با این نره خر پام از در این خونه نمیذارم بیرون. منم که خوب میشناسی. نمیرم تموم. اون وره پرده چقدر این مگسه اذیت کرد. فوراً از این پنجره برو بیرون. من با هزار مشکل خودم رسوندم اینجا و تا مادرمو نبینم از اینجا نمیرم بیرون. میگه عجب خریم و شما رو برداشتم و بردن سینما. یکی براتون نخریدن؟ چیزی نمیخورم من. مگه میشه آدم اصلا میاد سینما به عشق تحکمت و سفیلش برخشونم. بفهم تخمه بخیر تخمه نمیخورم. بفهم این قفنگ بیرن نکن آقا مجید برد کردن ایش به هم خور چه پدر نوبر شد. بفرما تخمه. گفتم که بگرم یکی از این لاتلوت هست دوباره. کدوم لاتلوت ها؟ هیچی بده تخمه بخور. پس بگو هر چی اومدی اینجا نشستی. برزو چیزی به این نگفتم فقط بهم تخمه تعرف کردن. تخمه تعرف کردن؟ ای تخمه را چه تو حالا نشو تو میدم نامردا. چرا میزنی؟ ولی فیلمش با مزه بود نه؟ کجای فیلمش با مزه بود؟ مگه با این شاهکار جنابالی کسی فیلمم دید؟ ببخشید نواران خانم، ما از اونایش نیستیم که به ناموس و متلک بگن بشینیم هم اینجوری نگاه کنیم. بنده ناموس جنابالی نیستم. باز خودم یه آدمم که خیلی هم خوب بلده از خودش دفاع کنه. بعدم آخه خودم آدم احمق شیرجه میزنی رو هشت گردن کلوف که بزنتشون. خب معلومه کتک میخوری. بعدم اگه یه اتفاقی افتاده بود چی؟ چه میدونم اومدیم یکی از اینا وسط دعوا یه چاقو در میآورد بهت میزد خوب بود؟ بله شما درست میگیره ولی خب گاهی وقتا نمیشه کاریش کرد دیگه. نمیشه کاریش کرد دیگه نداریم دیگه. نبینم دعوا کنی یا خب؟ دیزی خور هستین؟ بعدم نمیاد چطور؟
خانم ها فکر میکنن مرد مورد علاقه شون مردیه که خوشتیپ باشه یا پولدار باشه یا معروف باشه یا هزار تا چیز دیگه، ولی واقعیت اینه که هیچ مردی به اندازه مردی که هشت گردن کلفت و کتک بزنه براشون جذاب نیست. ولی اگه فکر میکنین از این به بعد قرار باران و برزو به خوبی و خوشی زندگی کنن، اشتباه میکنین. چون اون روز صبحش یه تلفنی به یارولی شده بود که آخر شبی همه چی رو به هم ریخت. باران، چیه چیزی شده؟ سلام عمو. سلام علیکم، بفرما بشین. شنیدم با شوهرت رفته بودین سینما؟ بله. میانه تان با هم خوبه انشالله؟ مشکلی چی نداره؟ نه خیر، نه، روبراهی. خب الحمدلله، من خوشحالم که با هم تفاهم دارین، ولی تفاهم خالی برای زندگانی کافی نیست. هست؟ لابد نیست دیگه. این گربه شما مریضه، سرصدا میکنه. نمیدونم چرا داره اینقدر سر و صدا میکنه. جوزفین؟ بله میگفتم، من یک راهی پیدا کردم که بنیان ازدواج شما را همچنین محکم میکنه. خیلی ممنون که به فکر ما هستین. شما باید بچه دار بشین. بله؟ چطوره، خوبه؟ خب راستش چیز من، یعنی ما الان بچه نمیخوایم. زوده. من که نمیگم حالا، از امروز تا یک سال دیگه فرصت دارید بچه دار بشید. همه چیز هم به نام بچه میشه. اگرم بچه نخواستید که هیچ. هیچی یعنی چی؟ هیچی یعنی همه اموال من میره برای امور خیریه. شما تشکر لازم نیست، کسی هم از جاش بلند نشه، ماشین دم در منتظر منه. به عمه فیلور سلام منو برسونید. خدا حافظ همگی. نفر زنگ زده قضیه عمه فلو رو بهش گفته. اگه دستم به اون جاسوس برسه، اگه بفهمم کار کدوم ابلهی بوده، دودمانش رو به باد میدم. حالا باید چی کار کنی؟ باز چی منو نگاه میکنی؟ هیچی. این جوزفین چشه؟ آلبرت بفرمایید خانم. بیا ششوی مهین. زیر دست این رد شدن. آماده باش برای اجرای حکم مزدور بی همه چیز. بزن بریم. آقا ببخشید، معذرت میخوام، این آدرس رو میدونین کجاست شما؟ روز مجازات فرا رسید. سلم و بستون این هم به خاطر رفیه که تحویل اجتماع دادی.
سلطان قلبم تو هستی تو هستی در و آقا دو تو پدرسک نه 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 باران خانم شما چرا میگفتی من باز میکردم؟ برای اینکه خودم دستم نشکسته. ببخشی. خواهش میکنم. راستی میگم دیشب چقدر خوش گذشت، عجب دیزی بود مگه نه؟ نه اصلا هم خوش نگذشت، میدونی خیلی دیزی مزخرفی بود، در ضمن من حالم از دیزی به هم میخوره. خسته نباشی. خواهش میکنم سلامت باشی. عجب این باران خانومو هیچ رقم نمیشه شناختش. چه خبرتونه؟ میخوایی خودتونه ما کشیم؟ وا مثل اینکه تو خودت هم الان رسیدی ها. چه ربطی داره، هر روز داری دیر میای. باران تو حالت خوبه؟ باران تو حالت خوبه؟ چرا همه امروز از من پرسن تو حالت خوبه؟ زد به من؟ فکر کنم مردی که عوضی حالیت میکنم. خجالت نمیکشی با این رانندگیت؟ اسم خودم گذاشتی راننده. آره یعنی چی خانم؟ یعنی چی نداره؟ تو ببینم نقاشی میگه به ماشین من میزنی، من خودم دارم به همه میزنم. فکر کردی شهر هرته دیگه مثلا بنز سواری هر جوری که دلت خواست رانندگی کنی؟ خانم راست میگن تقیم. معلومه که من راست. آخه قربان دیگه آخه نداره، ما مقصر بودیم، بحثی هم داریم، مورد داریم. نگران نباش تقیم، از حقوقت کم نمی کنم. تشکر باشم. شما هم کاملا حق دارید عصبانی باشید، من به شما کاملا حق میدم، از شما معذرت. خواهش میکنم، من خسارتش رو هر چقدر که باشه جبران. نه بابا این حرفا چیه؟ فدای سرتون. روزی هزار دفعه از این تصادفا پیش میاد. ابدا. من در این موارد آدم بسیار مقیدی هستم. اصلا اگه تمایل داشته باشید میتونم به تعمیرکار تماس بگیرم بیاد اتومبیلتون رو ببره. خودم هم میتونم شما رو برسونم. خوبه، عالیه. نه خیر، ما خیلی الان دیگه دیرمون شده. ما که هر روز دیرمون میشه، یه روزم روش. بسیار خوب. هر جور که راحتید. پس لطف کنید که شماره تلفنتون رو روی این کارت برای من بنویسید. میخوای شماره من رو بنویس ها؟ آخه باران بیشتر وقت خونه نیست. باران چه اسم قشنگی. اینم کارت منه، آریو شمس. به زودی بهتون زنگ میزنم. باران. آریو شمس، چه اسم شاعرانه ای. بی اینجا ببینم. برو تو ماشین. چیه؟ چرا اینجوری نگام میکنید؟ نکنه انتظار داره جدی جدی برم بچه دارم بشم؟ این چه فکریه درباره ما میکنی مامی جون؟ معلومه که کسی چنین انتظاری از تو نداره. خوبه، چون فکرم یه جوری دارید نگام میکنید. ما
من دارم فقط به این فکر میکنم زنده هستم که نینی کوچولوی تو رو ببینم که جلوی من تو این خونه چهار دست و پا راه میره. آخ الهی قربونش برم. منظورتون چیه؟ هیچی. آخ جوزفین، جوزفین، تو دیگه باید بری قاطی گربه های خیابونی زندگی بکنی. زمین های عراق هم که فروش نرفت. کی فکر میکرد ما به چنین روزی بیفتیم؟ اونم فقط به خاطر یه بچه کوچولو. صد دفعه گفتم من حاضر نیستم زن پسری که دوستش ندارم بشم، چه برسه بگی برم ازش بچه دار بشم. تفلک راست میگه. شما صحبت نکن مادر جان. باران جان عزیزم، این برزو اونقدام که شما میگی پسر بدی نیست تا. کی گفته پسر بدی؟ خیلی هم پسر خوبیه. منم نگفتم ازش بدم میاد، منتها در مورد بچه لطفا اصلا فکرشم نکنید. پس ما چی کار کنیم؟ هیچ چاره ای نداریم جز این که بریم علی گودر زندگی بکنیم. اصلا همین الان زنگ میزنم به یار، ولی همه چی بهش میگم هممونم راحت میشیم. صبر کن باران جان. بله. سلام باران، خودتون هستید؟ بله خودم هستم. شما؟ من شمس هستم. آریو شمس. آریو دیگه کنیم آقای شمس، خوب هستین؟ بله؟ باور کنید با وجود اینکه الان 14 سال من دارم توی آریزونا زندگی میکنم، هنوز نتونستم با فرهنگ اونها کنار بیام. به خاطر همین هم است که تا الان ازدواج نکردم. خیلی سعی کردم که دختری رو پیدا کنم که من رو بفهمه، اما فاصله ما با اونها یک دنیاست. این بود که بالاخره تصمیم خودم رو گرفتم و هفته پیش مزرعه و گاوداری و هر چی که داشتم و ول کردم و اومدم ایران که شاهزاده خانم رویاهامو اینجا پیدا کنم. گاواتون از گشنگی نمیرن. نگران نباشید باران عزیز، کارگرها مواظبشون هستن. راستی صحبت گرسنگی شد، شما که شام نخوردین که؟ شام همین الان اصلا. اگه اجازه بدید من میخوام به یک رستوران عالی دعوتتون کنم. اوکی؟ وا مگه میشه؟ شما میهمان ما هستی؟ غیر ممکنه. سناتو شوهر مهری هم خودش از آمریکا رسونده بود و با چه زحمتی از سفارت نوبت گرفته بود. حالا ارشکم تو اون موقعیت طبق معمول غیبش زده. چقدر دلم میخواست که در خدمت بقیه اعضای خانوادم بودیم. شما به همه ما لطف داریم. خب میفرمودید با این بانو. بله، 6 ماه تموم ما توی ترکیه معطل شدیم. حالا چقدر خرجمون شد بماند، آخرش هم گفتن نه. وقتی بهتون میگم که این تصادف کار خدا بوده راست میگم. چطور مگه؟ سفیر امریکا تو دبی دوست خانوادگی ماست. شوخی نکنی. عمو باب با پدرم تو دانشکده پرینستون هم کلاس بوده. پدرم چی میگن؟ گادفادر پسرشه. من و پسرش با هم دیگه بزرگ شدیم. یعنی شما میتونید سفارش ما رو بکنید؟ سفارش کنم؟ من در عرض 2 روز ویزای شما رو میگیرم. وای خدا، یعنی میشه؟ این معجزه است. بله، برای منم مثل یک معجزه است. وای شهروز، نمیدونی چقدر پول داره. آره به خودم معجزه شده. الان تو حیات هیلتونه. او باران داره براش میمیره. من امروز به رانندم پاداش دادم. برای چی؟ به خاطر تصادف با تو. این تصادف شیرین ترین تصادف زندگی من بود. میخوام یه چیزی رو بهت بگم. من آدم خرافاتی نیستم و به حرف و شانس و اینجور صحبتام هیچ اعتقادی ندارم، اما اینو مطمئنم که سرنوشت تو رو سر راه من قرار داده. چقدر امشب هوا سرده. بیا عزیزم. مرسی باران. بله.
با من ازدواج میکنی؟ بله. آخ شهروز، مثل اینکه خواستگاری کرد. Love is a burning thing. باران شرایط شما رو به من گفت. من متوجه وابستگی و علاقه خانوادگی شما به هم هستم. والله همینطور که باران عزیزم گفته، ما حتی نمیتونیم یک روز تحمل دوری همو داشته باشیم. حتی نصف روزم نمیتونیم. میفهمم. میخوام جسارت کنم و یک پیشنهاد بهتون بدم. بفرمایید. البته میتونید که پیشنهادم رو قبول نکنید. اختیار دارید. من تو آریزونا یک مزرعه 40 هکتاری دارم و یک خونه خیلی بزرگ. بعد از فوت مادرم الان سال هاست که دارم اونجا تنها زندگی میکنم. اگر این افتخار رو به من بدید و بیایید با من و باران اونجا زندگی کنید، ما رو خوشبخت در این زوج دنیا کردید. پس شوهر من چی؟ ایشون هم تشریف میارن، اتفاقا میتونن کمک خیلی خوبی برای من باشن. میدونم توقعی خیلی زیادیه. نه نه اصلا اینطور نیست. والا تصمیم گیری درباره این موضوع برای من ساده نیست و احتیاج به فکر داره. باشه قبول میکنم، فقط به خاطر باران. بله کورسا مدل 97 رنگش قرمز. من دارم به شما میگم ورق طلا خورده، شما به من میگی 15 تومن؟ خانم این تابلو شکسته، آخه به چه درد میخوره؟ کسی به این پول نمیده. خیلی خوب آقا، نقاشی توش هم میدم واسه خودت. این آخرین عکس سناتوره. میدونی کار کیه؟ استاد فتلیان. خانم نقاشی سناتور به چه درد من میخوره؟ عزیز من این نقاشی با ارزشه، ارزش تاریخی داره، 500 به بالا میارزه. بعد اگه میبینی من نمیبرمش فرودگاه با خودم، من نمیخوام خودم رو درگیر این میراث فرهنگی ها بکنم. خیلی خوب، 50 تومن بردار خیرشو. 50,000 تومن؟ چرخ سرنوشت هیچ وقت اینقدر به مراد دل باران نچرخیده بود. اما چرا راضی نبود؟ سلام برزو. سلام باران خانم، خوبی شالا؟ آره خوبم، بد نیستم. یه چیزی میخواستم بگم که فکر کنم وقتش نیست، خیلی کار داریم. کار چیه؟ مرده شونه کار رو ببرن، اول خانواده بعد کار. راستش یه ذره همچین سخت گفتنش. ببین تو اون دعوت شام تنو سر جاشه؟ معلومه که سر جاشه. پس من 7:30 میام اینجا. خب خدافظ. خدافظ. خورده؟ نه آقا، موتورش که سالمه. بله نه، همون 7 میلیون. سلام. سلام سلام سلام. نه آقا هیچی، میگم همون 7 میلیون. چی شد؟ درست شد. حله. وای خدا، این سند راست رو سکیه. بله، خود کارشناس هم نمیتونه به این راحتی ها بفهمه، چه برسه به خریدار. 200 بالاش پول دادم خانم. ولی شهروز من یکم نگرانم، به نظر تو این کلاهبرداری نیست؟ کلاهبرداری؟ کدوم کلاهبرداری خانم؟ این خونه نصف پولی که این آدم به شما بده کاره نمیشه. شما دارید حقتون رو میگیرید. راست میگی به خدا. بله، تازشم ما که همه پول رو نمیگیریم، فقط 150 میلیون سر قولنامه میگیریم. بعدش تا اینا بیان بفهمن ما ویژت پرواز. داغ این خونه رو به دلش میذارم. آمریکا که رفتم تلفنی، اینقدر بهش فوش میدم تا از هرس بتره که. مهین بانو، آمدن برای خرید درختای حیات. اومدم، اومدم. قیافش وقتی میفهمه دیدنیه. برزو، راستش من به تو دروغ گفتم، ما با هم دیگه زن و شوهر نیستیم. نه خیلی متاسفم که علافت کردم، ازدواج ما قلابی بود. اصلا به من چه مربوط؟ تقصیر خود خرت بود درست همون موقع اومدی خواستگاری من. آقا جون من دوستت ندارم،
حالیت شد؟ دوستت ندارم. سلام. من بفرمایید. سلام. ببخشید دیگه بارون خانم، ما پذیرایی اون کارگریه. نه خواهش میکنم. بفرمایید. مرسی. بشه میخوام باهات صحبت کنم. چشم. چه نرگسای معرکه‌ای. راستش منم گل نرگس رو بیشتر از بقیه گلا دوست دارم. من اومدم اینجا که یه چیزایی رو روک و راست بهت بگم. بفرمایید. ببین برزو، من و تو بذار یه مثال بزنم، با مثال برات توضیح بدم. نگاه کن، وقتی دو نفر میخوان با همدیگه تشکیلی زندگی مشترک بدن، خب یه چیزای مشترکی باید با همدیگه داشته باشن. مثلا خود ما برزو، من و تو چه وجه اشتراکی با همدیگه داری؟ خب ما هر دوتامون گل نرگس دوست داریم. حالا گل که حساب نیست، مثلا چه میدونم، فرض کن غذا. خب من در مورد غذا اصلا آدم خودخواهیم. حالا تو هر روز میای خونه، منم هر روز خورش قیمه درست میکنم میذارم جلوت. خب معلومه آخر سر کارمون به طلاق میکشه. شما خورش قیمه دوست داری؟ آره دوست دارم، ولی منظورم اینه که چه شانسی، من یه خورش قیمه براتون درست کردم که هیچ جا گیرتون نمیاد. راستی؟ گفتم یه بوهای خوبی داره میاد. آشپزی من مامانت یاد گرفتی؟ من اصلا مادرم یادم نمیاد. دو سالم بود که پدر مادرم رفتن زیر تریلی. آخه چه وحشتناک. خب منم 3 سالم بوده که پدر مادرم توی تصادف ماشین مردن. باز خوبه شما 3-4 تا فامیل دور و برت بودن، من که هیچ کیو نداشتم. تفلک. عوضش آشپزیت خوب شد. بله. دیگه حرفای غم‌انگیز نزدیم. چی داشتیم میگفتیم؟ میگفتیم ما هر دوتامون خورشت قیمه رو بیشتر از همه غذاها دوست داریم. حالا غذا که مهم نیست. ببین مهم اینه که آدما روحیاتشون شکل هم باشه. تو مثلا چه رنگی رو بیشتر از همه دوست داری؟ سبز. واقعا؟ چه فصلی رو دوست داری؟ بهار. ببینم متولد چه ماهی هستی؟ متولد ماه مهر. نه چطور مگه؟ هیچی، همینجوری گفتم. چیزه، یعنی این مثالا رو زدم برات که بگم که چیزای جزئی نمیتونه نشون بده که دوتا آدم میتونن با همدیگه زندگی کنن یا نه. مهم اینه که اون آدم ها همدیگر رو بفهمن. متوجه چی میگم؟ بله. نیستی اصلا. تو من ببین چیه این موتوره، ولی نه یه موتور معمولی. عالیه. در مورد همین یه خورده واسه من حرف بزن. چشم. این همون فرصت طلایی بود که برزو دنبالش میگشت تا خودی نشون بده. بنابراین 50 دقیقه یک ریز درباره موتور پس‌سوز و سیستم آبسابونی خنک کننده‌ای که براش اختراع کرده بود حرف زد. در واقع برزو میخواست هر جور شده با شیرفهم کردن باران اهمیت کارش رو به اون بفهمونه. من یک کلمه هم از حرفات نفهمیدم. شرمندم باران خانم. همین دیگه، من نمیفهم تو چی میگی، تو نمیفهمی من چی میگم، همینا رو میگم دیگه. من میفهمم. حالا میفهمی؟ بله، حرفای روزمره رو معمولی رو، ولی منظورم یه چیزای دیگه است. چه میدونم، مثلا من بیام به تو بگم هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. خب معلومه که نمیفهمی من چی میگم. نمیفهمی من گل شبو چه کم از لاله قرمز دارد، چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، واژه را باید شست،
واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. تو سهراب میشناسی؟ چترها را باید بست، زیر باران باید رفت با همه مردم شهر. وای من اصلا عاشق این شعرم، یه جوری حس میکنم این شعر روح آدم رو شستشو میده. اون چیه؟ بده دستو ببینم این خط کیه؟ عرشک. خجالت داره دروغگو. ما همه این کارا رو کردیم شما از ما خوشتون بیاد. پس همون اطلاعات هم عرشک بهت داده بود، قیمه و گل نرگس و بقیه. پدر مادرت هم دروغ بود؟ نه خیلی اون راست راست بود، خورش قیمه همو خیلی دوست بود. ببخشید. خوب اقلا در مورد دستپخت دروغ نگفتی، چون جدی جدی خوشمزه بود. تو رو خدا دیگه بیشتر از این خجالتمون ندی. تازه این یکی یادمون رفته بود. خیلی پسته این عرشک بخورم، دستم بهش برسه چشاشو از کاسه در میارم. باران خان بفرمی. نه بگو. نه شما بفرمی. نه حرفم مهمه، میذارم برای آخر. چش باران خانم، میشه افتخار بدین استارت موتور شما بزنین؟ این؟ چرا من؟ آخه من اسم سیستم خنک کنندهشو گذاشتم باران دو، از روی شما. چه بامزه. کدومه؟ اینو بفرمی. بسم الله الرحمن الرحیم. چی شدی؟ صبر کنید الان درست میشه. قشنگ. سیستم خنک کننده یا آبصابونی برزو ممکنه نتونه جلوی داغ کردن موتور پسوزش رو بگیره، اما حداقل این خاصیت داره که دل آدمی مثل باران رو نرم. خیلی شب خوبی بود، غذات هم خیلی خوشمزه بود. دست شما درد نکنه که تشریف آوردی. ممنون. فقط کاش میشد این حبابا رو هم کاریش کرد. آره خیلی سه. ببرین بعد مسابقه بیارین انشالله اونم درستش میکنم. اما برو دیگه، برو برو. اون دوتا چی میخواستن اینجا؟ موتورشون رو آورده بودن تقویت کنن. تقویت کنن؟ برای چی؟ یه موتور جهت گذاشتم روش شده عین قرقی، انگار نه انگار که وسپاس. یه موتور جهت میخوان چی؟ این یارو کیه دو سه روزه اینجا پلاسه؟ هیچی بابا، آشناست، اسمش آریوه. علی حسابیه. چطور؟ آخه دائم دوروبر باران خانوم میپلکه. خب من تا دو ساعت دیگه اینجا. تو مطمئنی که لباس عروس نمیخوای؟ آره بابا، یه عقد ساده که دیگه این حرفا رو نداره، همون خیلی لباس خوبیه. من دوست داشتم یه عروسی هم اینجا میگرفتیم. آخ این کار اصلا صحیح نیست آقای شمس، میدونید به خاطر فوت هم به فلورجان عزیز. خدا رحمتش کنه.
خب ایراد نداره. فعلا بای تا امریکا. بای. خدافظ. فرزانه هنوز می‌فرستین اسناد؟ گنج شکر برای می‌کنم. آقا اشتباه شد. برادر اشتباه شد. ایش کن دیگه. هلا اجازه بدید آبیت. آخه اگه ندیدین چی شد؟ با چی باشی هم چی کاری کردی؟ اون یه کاری که من نمیتونم بگم ولی خودم دیدم. تو چه آخه؟ به تو چه تو چه کاره منی آقا جون؟ وکیل وسیم منی ولم کن. چه کاره منی؟ من شوهر شما. نیستی به خدا. بابا تو شوهر من نیستی. حالیت شد؟ شما الان عصبانی هستی، ما بعدا هم حرف میزنیم. واسه ببین دارم به چی میگم. ازدواج ما قلابی بود، فهمیدی؟ حالا هم دیگه همه چی تموم شد رفت. بله؟ همین که بهت گفتم واسه ارث بود. حالا هم دیگه باید کاری نداره. چی میگه باران خانم؟ ببین این پسر رو دیگه الان رفت، قرار شوهر من بشه. پس من چی؟ تو هیچی. دیدیش پول داره، با سواد، خوش تیپه. تو چی؟ تو چیت از اون سر آخه؟ من هیچی. دیدی خودت هم جای من بودی همین انتخابو میکردی. بله شما درست میگی. فرزو دیشب که برای شام اومدم خواستم برای این مدت اینو بهت بدم، نشد. داره میاد. کدومشونه؟ همون سیبیلوه. حاضر باش. دارم میام سراغت. مافر فروشو که دست سوخته. آقا ببخشید. آقا ببخشید. آقا ببخشید. آقا ببخشید. آقا ببخشید. بولبول نزن میزن چلش کن. چی کارش دارن آقا؟ ولش کنن؟ همین آقا میخواست با این وسط سر شما چهار را وا کنه. وسط سر من؟ بله بله. این داغون اصلا تریپش همینه. داداش قرمه شکل بپر مغازه صوتی تصویریه. رفیقا منو عباس احمد صدا کن بپر قرمه شکل. یه گونی هم بردار بیا. این دو در میکنه. نه ترس برو همین گونی به درد میاد. میخوای سر منو چهار را وا کنی؟ آره. آقا سلام علیکم. آقا عباس آقا. آه جونه. عباس آقا. آه بابا. ببخشید عباس آقا. جونه عباس آقا. عباس آقا. سلام بچه ها. شما رفیقای عرشگی؟ Yes. رفیق فابریک. باشید دارید داخل مغازه عرش که شما کار دارید. چه پاشه این کاره خرج کاش کنیم پر. هیچی ولش کنید تا بره. بابا جون هم میخواست کله من چاره بده. باشه ببینم. باشه ببینم. باشه 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 زحمت کشید. بار آخرت باشه از این غلط ها میکنی ها. حالا زود بلنش برو تا لب نکردم. حالا میرم. چرا ولش کردی؟ چون دلم برای سوخت. آخه این نمیدونی آقا مهم این بود که همه ما با هم آشنا شدیم. بفهمید داریم داخل مغازه چای دور هم بخوریم. بفهمید اصلا نکن. بفهم چای بفهم داشت در خدمتتون. بفهم گفتم گیر افتادیم ما. گم شما نفسم زن تو دهنت ها آدم فروش. بابا خب من موندم باشه دیوار. هر وقت حاضر شدی بیام فرارت بدم دیگه. غلط کردی ترسو. حالا چی شد ولت کردن؟ چه میدونم. بریم. و دیگه نمیخواد بیای. پیش اینا بمون. من خودم ماشینا سیامک میگیرم. عباس جان مادرت ماشین جای نزنی ها. بدبخت میشیم ها. 24 ساعت تو انبار نگرشون داری. کار تمومه. برو. بریم. الهی قربونت برم. تو چقدر ماه شدی. تو خوشگلترین عروسی هستی که من دیدم. حرفای میزنینا. من عکسای عروسی شما رو دیدم. شما خودتون خوشگلترین عروس دنیا بودین. خاله مهری قشنگ من. اون منه یک کلام هستم. ای بابا.
میخورم. نگم شو. اغلب یه تلویزیون ما میدادی. نگم شو. اینجا پر ریسیوره. اینجا پر معدن دیشه. بابا این در رو وا کنین. ما مثل خودتون طرفدار آزادی ماهواره ایم. میشین بابا میشین. علی میدونید مزرعه همسایه ما مالکیه؟ نه. حدس بزن. حدس بزن. نمیدونم. کوین کاسنر. شهروز. کیه این کوین؟ همسایه‌ش شما واقعا باز آشنایی؟ آشنا؟ ما با هم اینجوری هستیم. کوین عاشق شعله زرده. من هر دفعه 5-6 تا کاسه واسش میفرستم. خیلی خوب بابا کیه اومدم دره نشکنی کیه بابا کیه دستا رو سر و اینه یه گله رومت بکنم بیارف برو بیرون راحت باش دستاتو بنداز بنداز ای خنک شدم چو آقای حسین زاده محضردار سلام علیکم سلام علیکم بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید خانم بفرمایید عجب حقه‌بازایی انا بابا این حرفا رو ول کن دیر برسیم عباسه همه مال و اموالو دو در کرده رفته خوش اومد حقش بود میذاشتم همونجا میموندی تو برو وقت از این مافره فروشا طرفداری کن فرشته نجات کارت تبریک که واسات نفرستاده بودم نمی اومدی خودم 5 دقیقه بعدش در میرفتم تو فکر کردی خبره ایه این فقط یه اتحاد استراتژیکه اختلاف ما سر جاشه معلومه که همه چی سر جاشه اصول امپریالیست مرتجی هیچ چیزی عوض نشده به صلاح دفرز تمومش کن که آدمشو نیستی چتاپ دیگه کن. پر خانم التفات دارین که با این وکالتنامه قطعی اختیار کلی اموالتون رو به ایشون میدین؟ بله من به این آقا اطمینان کامل دارم شما بنویس من امضا میکنم چشم شهروز بله خیلی باید مواظب باشی سرتو کلا نذارن مخصوصا سر زمین های عراق بطور دلیه اینا اینه این قاقای تونتر از این بمیره او بس ما دارم 130 تا وسط میرم ترسم دیر شده باشه هر درس آقا مثل این موتور مثل صاحبش غیرتمنده ما اونجا توی آریزونا هرگز مناسبت های مذهبی رو آقا جان تموم نشد مثلا امکان نداره که برای شما ماشاءالله مثل که یه خود عجیبی نه من برمی دارم خوزه به همسایه هامونم میدیم بله چند سطر دیگه بیشتر آرش تویی آره خودمم ببین همین الان 3 سوت پلیس خبر میکنه بیان آریاها رو بگیرن بابا این حقه‌باز اصلا هم پولدار نیست فقط جواد اسپورته خب داشتیم الان صدات نمیاد تو کجایی اینجا کجاست ها اینجا کجاست تاجرون
جاج ورود. الو صدات نمیاد. الو صداتون نمیاد. الو شرمندتم. الو شهروز قد شد. البته اگه از من بپرسید من میگم خودشو میزنه به خریت. میدونید چرا؟ فرانسویه. ببخشید آقای شمس اگه ممکنه یه لحظه تشریف بیارید. آخه داشتن برامون تعریف میکردن. برمیارن تعریف میکنن. بفرمایید. منو میبخشید خانم. عرش در رفته. در رفته؟ بله. مگه میشه؟ حالا که شده خودش از جاش رود زنگ زد. پس اون احمقه اونجا چه غلطی میکردن؟ من چه میدونم. حالا هم وراجی و قرتی بازی رو تعطیل میکنی. جیکسانی باید کارمون تموم کنیم بریم. فهمیدی؟ حالا تو هم زیاد خودتا ناراحت نکن. تا اون پسر از جاج رود برسه اینجا ما سینما هرم فروختیم. بریم. حالت خوبه عزیزم؟ آره خیلی خوبم. چطور مگه؟ یه لحظه احساس کردم یه ابری روی آفتاب وجودت سایه انداخته. انگار یهو رفتی روی کانال دیگه. نمیدونم چیز خاصی نیست. شاید چون داریم از اینجا میریم دلم برای اینجا تنگ میشه. هر کجا هستم باشم آسمان مال من است. پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. فقط باران رو کم دارم. واژه ها را باید شست. واژه باید خود باد. واژه باید... چیه؟ چرا میخندی؟ هیچی. یاد یه چیزی افتاد. موتور غیرتمند داره؟ آخه تو نمیفهمی این قارقارک بنزین نداره؟ اگه تا جاجورو دنبال توی مزدور نیومده بودم الان بنزین داشتم. فهمیدی؟ بدونم چی کار باید بکنه. زحمت نکش بابا. باران تا حالا حتما بله رو گفته. برای آخرین بار میپرسم وکیلم؟ نه. خیلی خوب خیلی خوب. بگی بشین حاج آقا لطفاً ادامه بدید. چی رو حاج آقا لطفاً ادامه بدید؟ دارم میگم نه. باران جان عزیزم الان اصلا وقتی این شوخی ها نیست. باران جان شوخی نمی کنم. باران آریو منو ببخش. نمیتونم باهات ازدواج کنم. آخه چرا؟ برای اینکه تو رو دوست ندارم. شما خودتون ناراحت نکنی. باران این مدلی حرف مفت زیاد میزنه. راست میگه. از اینجا تکون نخوری لطفاً. من الان میارمش. باران هیچ کس توی خانواده روی حرف من حرف نزده. بیا برو بشین سر سفره. نمیشینم. حق نداری با آب روی خانواده بازی کنی. باران من میخوام ببینم تو چطوری. خانم جان یه فکر بکش. تا باران جان داره فکرشو میکنه شما اینجا رو یه امضا بفرمایید بقیه‌اش با من. شهروز تو هم وقت گیر آوردی. من میخوام ببینم این چه مرگشه. باید برای من توضیح بدی باران. خانم جان آقا خانم جان آقا رفت اینجا رو یه امضا بفرمایید بارانو ول کنید. بابا شهروز امه اینجا عروسیه؟ پس چرا ما را دعوت نکردی؟ سلام علیکم حاج آقا خیلی خوش آمد. اتفاقا همین الان ذکر خیرتون بود مگه نه؟ بفرمایید. سلام علیکم. همینه. اینجا حرکتیه. این چه کاریه؟ بعدم میفهمید. اینجا کرده منو دوستم. غلط کرده. چطوری عباس الویس؟ دوباره عباس زندون کردی؟ جناب سرما به خدا ببینید. بفرم بشون معبوس زندگی ما میکردم. این آقا اومد منو مجبور کرد برای خانواده محترم رول بازی کنم. برود بگه جناب سرما. جناب سرما من اصلا این آقا رو نمیشتم. شما که چه جناب سرما اجازه بدید من که بخواه. آخه من اصلا مقصده. جناب عزیزم بفرم بگو که اینا دروغ میگن. من فقط در حضور وکیلم صحبت میکنم. وکیلی بدشون میدم که حس کنی. آخوی پشا پشا بزنشون پدر سوخته یه شالاتان چی این تو دامادتونم که گلابه در آمد. لازم شد من از شما تشکر بکنم یار ولی خان. چه به موقع ما را دست این شالاتان کلاهبردار نجات دادیم. احتیاجی نیست از من تشکر کنی.
از مهر خانم تشکر کنیم که به موقع لاپورت شما رو به من میداد. شما لطف دارید. در ضمن اگر شما ها رو مثل اون دو نفر دستبند نمیزنید دارد، همش به خاطر پول روی مهر خانومه که وساطت شما رو کرده. والله که تشید داشته باشیم این خدمتون. ممنونم. اینجا چه کار میکردم؟ هیچ خانم. اینجا چه خبره؟ سلام خانداری. سلام جانم. فلو جان اینجا تشید داشته باشیم، ما الان میام خدمتتون. بفرمایید. سلام ممنون. ببینم این مردک راسته گیره. آبیشن جای غلط کردم. تو جاسوسی مادرتو کردی؟ بله. قضیه همه فلورم؟ بله. بذار این روزا تموم بشه یک بله ای نشونت بدم. معذرت میخوام مامان جان، ممکن ازتون بپرسم چه غلطی میخواییم بکنی؟ تو مادر با اجازتون اینجا چه خبره؟ چیزی نیستم مفیلو، عروسیه. شما نگران نباش. گرچه شما اون دفعه به پسر من گفتید سوسو، ولی من رفتا فکرها میکردم دیدم باران بفر باید از خودتون پذیرایی بشید. همین الان باران بایستا کنه. من دلم نمیخواست اینجوری بشه، ولی حالا که کار به اینجا رسیده بذار یه چیزی رو بگم. این منزل، کارخونه و همه اموال پدرت مال خودته. بله؟ من همه چیز رو همون موقع به نامت کرده بودم تا یک قرون آخرش. خیالت راحت شد؟ بفرما برو. همیشه با ما مثل بچه ها رفتار کردی. چون بچه؟ اگر نبودی نمی گذاشتی این کلاه بردارها سرت کلاه بگذارند. از این بعد خواستید کسی رو به زور شوهر بدید، به فکر این چیزاشم باشید. خب حالا که میدونه، برو با هر خری که دلت میخواد عروسی کن. حالا میخوام برم با برزو عروسی کنم. به من چه؟ با هر کی که با کی؟ سلام علیکم. ببخشید میتونم برز رو ببینم؟ بله خانم، چرا نمیشه، تو اتاقشه. احسان بودی ببینم برزو. آقا برزو، برزو من بارانم، میشنوی صدامو؟ برزو خانم داره باهات حرف میزنه. بهش بگو هم باش حرفی ندارم. ای بابا عجب آدم لجبازی هستی تا برزو. من اومدم اینجا که ازت معذرت خواهی کنم. دلم خواهد بدونی اصلا دلم نمیخواست این چیزا پیش بیاد. بفرما. ازت معذرتم خواست، دیگه چی میخوای؟ معذرت نمیخواد، بهش بگو راست میگو، ما به دردم نمیخوردی. من خر بودم که اینا رو نمیفهمیدم، وگرنه من شاگرد مکانیکو چه به نوه 11. ایشالا با آریو خان خوشبخت بشی. آریو دیگه کدوم خریه؟ هیچ وقت ازش خوشم نیومده. اگه تو نمیخواستی زن آریو بشی؟ نه خیر، نه. نه؟ بابا گفت نه دیگه. برزو بیا بیرون. نمیتونم. یعنی چی نمیتونم؟ واسه چی نمیای بیرون؟ آخه اگه ببینمت باز خاطر خواد میشم. شوهر من میشی؟ با اجازه اوستان. بله. مبارکه. با ازدواج برزو و باران، برزو پله های ترقی رو 100-1 طی کرد و بعد از 2 سال به کمک کارخانه‌ای که به باران به ارث رسیده بود تونست بزرگترین خط تولید موتورسیکلت رو راه بندازه و موتور پسوزش رو جهانی کنه. مهندس برزو نائینی، یکی از مردان درجه اول صنعت کشور، هیچ وقت این واقعیت رو پنهان نکرد که از شاگردی تعمیرگاه اوسکبر به این موقعیت رسید.
28 خانم پیر و جوان از عباس علی داوودی با اسامی مستعار آریو شمس، آرمان شمس، آریا آرمانپور، عباس کیارستمی و 12 اسم جعلی دیگه شکایت کردند که به همشون قول ازدواج داده و بعد از کلاهبرداری فراری شده و به همین خاطرم حالا تو زندان موندگاره. شهروزم هنوز تو زندانه، ولی به خاطر خدماتش در تعلیم آواز به زندانیان شانس اینو داره که مورد عفو واقع بشه. مهین بانو بالاخره تونست سینمای علی گودرز رو بفروشه و با کمک باران یک پیتزا فروشی باز کرد. آلبرت هم خودش رو از مشاغل دیگش بازنشسته کرد و شد سر آشپز پیتزا فروشی. آویشن هم بعد از قضیه شهروز رژیمش رو ول کرد و مسعود عمه فلور هم که اومد خواستگاریش حالش خوب شد. یارولی و عمه مهری هم با هم ازدواج کردن و در یک ساختمان دو طبقه بزرگ با باران و برزو که منتظر رسیدن بچه دومشون هستن زندگی میکنن. و اما ارشک و داریوش، اونا هیچ وقت به مراسم عروسی نرسیدن چون داستان عجیبی براشون اتفاق افتاد. ارش صدا نمیاد. آوا صدا رو خونه از خیالاتی شدی. بابا گوش کن، به جون مادرم صدای ماشینه. میشنوی؟ بفرما. صدای ماشین نیست. صدای موتوره. آرش، موتور هزاره. آره. چه میدونم؟ آقای خاتمی زیر نظر بابا به جون مادرم بیا بریم. من نمیام. نمیای؟ معلومه که نمیام. نیا به درک، اما اگه اینام برن دیگه هیچی گیرمون نمیاد. جواب بچه ها رو که بایستا نمیام. بابا بایستا. و این خودش یه داستان دیگه است.